دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. حاج نقویان عزیز هم در استودیو حضور دارم، بنده خدمتشون هم سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه دوستانی که زحمت میکشن در کنار شما تا مهمان خوبی برای خونه های مردم باشیم، مهمان بدون پارازیت و مهمان بدون برفک، و همچنین به همه بینندگان عزیزتون عرض سلام و عرض ادب دارم. سلامت باشید. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، میدونید که امروز روز مباهله است و همینطور نقل شده که روز انگشتر بخشی حضرت امیر علیه السلام، و این مورد رو هم ذکر کردن در شأن نزول آیه انما ولیکم الله. یه خود از امروز برامون بگید، بعد انشالله وارد بحثمون بشیم که شهر ارسال حقوق امام سجاد است. بله، به خاطر اینکه هم هفته گذشته عید قدیر رو داشتیم، هم امروز در واقع یک هفته پر از علی بود برای ما. یک کسی برای من یه پیامکی داد از بالا تا پایین اسم امیرالمومنین نوشت، هی علی علی علی. آخرش هم یه بیت از حافظ نوشت که یه مصرع، یعنی چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. ما خدا رو شکر میکنیم که خداوند پیشوای بزرگی به ما عنایت فرموده که گوش او و چشم نازنین او و دل مهربان او به تعبیر امروزی ها فیلترینگ داشت و هر چیزی که از طرف خدا بود میدید و میشنید و دریافت میکرد، هرچی هم که از طرف نفس خودش و هوای این دنیا بود اونا رو پس میزد و اجازه ورود نمیداد. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. و مولوی که بعضی میگن او اهل سنت هم هست، او داره این حرف رو میزنه. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. این همون جان پیغمبر دیگه که تو آیه مباهله فرمود ما جان خودمون رو هم میاریم، انفسنا و انفسکم، و دیگه چه کسی بالاتر از این. و اگر کسی از این در روی برگردانه، این مشکل در دریافت‌های خودش هست. و امیدواریم تا آخر عمر ما و همه نازنینان از این در به هیچ در دیگری نریم که در به در خواهیم شد. بله، خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما امروز میخوایم در مورد حق کسی که ما رو خوشحال میکنه صحبت بکنیم در ذیل بحث شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. اگر حاجی نقویان اجازه بدن من متن رو قرائت بکنم و انشاءالله به بحثمون بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت میفرمایند و قال علیه السلام و اما حق من سرک الله بهی و علی یدی. اما حق کسی که خداوند خوشحالی و شادی تو رو به دست او قرار داده. فان کان تعمدها لک، اگر قصدش و هدفش خوشحالی تو بوده، همه تالله اول شکر خدا رو به جا بیار و ستایش خداوند متعال رو بگو. ثم شکرته علی ذلک بقدره فی موضع الجزا و کافعته علی فضل الابتدا و
ارسدت له المكافأه. بعد از اینکه سپاس و شکر پروردگار رو به جای آوردی، در مقابل خوبی کسی که تو رو شاد کرده، به اندازه‌ای که سزاوار اوست بهش پاداش بده و در صدد احسان نمودن بر بیا، و به خاطر اینکه او آغازگر این احسان بوده خوبیش رو جبران بکن. حضرت ادامه میدم: و الم یکن تعمدها همه تلا و شکرتهو و علم تعنهو من. اگر قصدش شادی تو نبوده ولی تو رو شاد کرده، باز خداوند رو ستایش نموده و شکر کن و بدان که این خوشحالی هم از جانب خداوند متعاله. توحدک بها و احببت هازا اذا کان سببا من اسباب نعم الله علیک. او رو دوست داشته باش به خاطر اینکه اون شخص مایه شادی تو شده و به عنوان اینکه یکی از اسباب نعمت خدا برای تو شده. و ترجو له بعد از آلک خیرا، براش طلب خیر بکن. فا این اسباب النعم برکتون حیث ما کان و این کان لم یتعمد. زیرا که اسباب نعمت ها برکت هستن هر جا که باشن، و اگر چه او این قصر رو نداشته و مثل همیشه ولا قوت الا بالله. خیلی خوب آقای نقبین بفرمایید. بله، و اما حق کسی که تو رو خوشحالت میکنه. خیلی آدم ها هستن که مایه خوشحالی آدم میشن، پدر آدم، مادر آدم، فامیل های آدم گاهی کاری میکنن آدم رو خوشحال میکنن. چند تا نکته رو اینجا جناب آقای شریعتی باید اول عرض بکنیم. یه نکته این است که امام میفرماید من سرک الله بهی و علی یده، یعنی این در واقع پستچی خداست. اونی که خوشحال میکنه خود خداست، یعنی خوشحالی از جانب خداست، از جانب خداست. هو از حک و ابکا انه هو از قرآن میگه خداست که فقط میخندونه و میگریونه و همه نماینده او هستن، دست او هستن. دستورده دست کسی دیگه است، دست که خودش کار نمیکنه، مغز باید دستور بده. اون کسی که فرمان داده به این دست تا تو رو خوشحال کنه خداست. و خیلی آدم ها تو این انیمیشن هایی که تلویزیون پخش میکنه گاهی دیدین این دوربین رو میبرن زوم میکنن به اصطلاح رو نوک یه مداد، مداد داره مینویسه، یه خورده میان عقبتر اول نوکش رو نشون میدن، میبینن نه کل یه مداد گنده است، یه خورده میان عقبتر میبینن یه دستیه داره مینویسه، یه خورده میان عقبتر کل اون قیافه رو نشون میدن دیگه. چرا دوربین نمیتونه عقبتر بره که این حالا به این کی دست دور داده که اینو داره سیگنال هاشو میفرسته. اینجا امام سجاد اون ریشه اصلی رو نشون ما میده که تو بدون هر کی خوشحالت کرده او در واقع یه مأمور بوده، فرمانده اصلی خداست. این یک نکته که ما معمولا اینو توجه نداریم دیگه. ما شیطونی که کارهایی که میکنه جناب شریعتی ما رو تو نقش نگه میداره، ما رو به سمت نقاش نمیبره. همینطوره، مثل تو یه گالری شما میبینید چه نقاشی های زیبایی، جلوی این نقاش به به جلوی اون نقاشی میبینید عجب دریاچه‌ای، عجب غابی. آره، اما واسه یک آدمی عارفی مثل سعدی بدی میگه تو به سیمای شخص مینگری، مادر آثار سون، سون حیرانی، تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشا کنان بستانیم. و از او عارفتر به مولانا که بدی میگه ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد. این نکته اول که چشم ما باز بشه و یه خورده پشت صحنه ها رو ببینیم. نکته دوم این که حالا خوشحالی یعنی چی؟ بعضیا خیال میکنن که خوشحالی یعنی همینی که یک کسی یه کاری بکنه من بخندم. مثلا یه دلغک بازی در میاره، یه جوکی مثلا بفرسته. الان چقدر تو این پیامک ها جوک رد و بدل میشه، از گاهی هم جوک های زشتی هم هست، گاهی هم جوک های مسخره آمیزیه. یه کسی رو، یه قومی رو، یه قبیله ای رو، یه ملتی رو، یه مردم یه شهری رو مسخره میکنیم تا مثلا یه کس دیگه رو بخنده. به هر قیمت، به هر قیمتی رو بخندیم. تو تلویزیون اینور اونور حتی برنامه های میذارن به عنوان خندوندن دیگران، در حالی که اینجوری نیست واقعا. شادی به این نیست که فقط بخندیم. در داستان ها میدیدم که یک کسی رفت پیش یه روانشناسی، روان پزشکی یا روان کاوی نمیدونم، گفت آقا من هزار قصه تو دلم،
شما که روانشناس هستی با روح روان آدم ها آشنا هستی، یه کاری بکن 10 دقیقه من شاد باشم بخندم. اون آقا گفت والا تا حالا همچین موردی ما نداشتیم، من چیکار کنم؟ گفت والا این کار من نیست، من بهت یه آدرسی میدم، میری در فلان محله، فلان خیابون، فلان گذر، یه سیرک اونجا هست، یه هفته است یه سیرک اونجا هست، تو اون سیرک دلقکی هست، یه ساعت یه ریز آدم رو میخندونه، برو اونجا دل سیر بخند، سیر بخند داره به جای اینکه 10 دقیقه. اینو که گفت این آقا یه آه سردی کشید و یه لبخند تلخی رو لباش نشست، به اصطلاح تلخندی، گفت آقای دکتر اون دلقک منم. عجب. که به قول شما یه ساعت یه ریز آدم ها رو میخندونم، اما انقهزاد دل خودم از همه بیشتر گرفته است، تو اگه مردی منو بخندون. ببینید خنده این نیست، شادی این نیست، سرکه به تعبیر روایت مسرور کردن این نیست که ما فقط مردم رو بخندونیم. هزار غم و قصه مثل یه آقایی رو دارن میبرن اعدامش کنن، بعد یکی بگه آخه یه جوک بگم بخندی، خب بخند من خوشحال چی؟ تو اگه مردی منو از دست این مامورایی که میخوان منو اعدام کنن نجات بده، اشک منو در بیار ولی منو نجات بده. زمان شاه ولیان استاندار خراسان مرد، آدم معروفیه ولیان، اواخرم مرد و مثل توی بدبختی هم مرد، خیلی هم دیکتاتور بود، من شنیدم رئیس یک مدیر کل وزارت خونه ای هم بود، خیلی سختگیر، آدم فوق العاده عجیبی بود، یعنی اگر می اومد وارد اداره میشد همین یه کسی تو راه روها بود این بیچاره رو میگفت تو کجایی، محل کارت کجاست، میگفت مثلا تو دبیرخونه، اینجا چیکار میکنی، این پدر سوخته رو بفرستین خارک. همین جور. و این میگم وقتی میخواست بیاد یه آژیری داشتن، آژیر رو 5 دقیقه به صدا در میاد که هیچ کی تو نزدیک این نباشه. یه بیچاره خانومش مریض شد، کارمند قم بود، اطبا بعد از معاینات گفتن که تو باید بیای تهران زندگی کنی که هر لحظه ممکنه این بیماری مثلا خدا نکرده سر ای چیزی که خبر نمی کنه دم دست پزشک باشی، در دسترس باشی که سریع بتونه. اینا هم دید خب من فقط باید منتقل شم تهران، من که نمیتونم زندگیم قمه بیام. گفت فقط هم امضاشو باید ولیام باید امضا کنه، هیچ دیگه نمیتونه. گفت میام دیگه. گفتن آقا این بیبینه تو رو اصلا بیچاره از قمم میفرستت یه مثلا یه جای دیگه. بعد بیچه گفت حالا میریم دیگه. آمد و یه شعری آماده کرده بود، این تا رسید گفت کی هستی؟ گفت مشکن دل کسی که امیدش به دست توست، خواهد بر او گذشت ولی کن شکست توست. عجب چیزی. مشکن دل کسی که امیدش به دست توست، خواهد بر او گذشت ولی کن شکست توست. اینه که گفت حالا مشکل چیه؟ گفت بیماری خانومش رو مدارک پزشکی نشون داد و اونم از که توهینی کرد، گفت این فلان فلان شده رو منتقل کنید تهران. ببینید مسرورش کرد، یه فوشی هم بهش داد، یه جسارتی هم کرد، ولی آقا میگه خدا پدرت بیامرز، مشکل ما رو حل کردی، دل ما رو شاد کردی. به ظاهر نیست. ببینید من دو تا مثال دو طرف زدم. ما امروز تو جامعهمون دو تا مشکل داریم جناب آقای شریعت. یه مشکل برای نیازمندانی که به تعبیر خیلی عامیانه 8شون گره 9شونه و یه خورده سیاسی تر قشر آسیب پذیر. یه دوستی داریم همیشه میگه آقا ما جزو قشر آسیب پذیره، مال یه ماشین خیلی مدل بالایی هم داره. همش میگه گفتم آقا تو که وضعیت خوبه، میگفت نه کسی ما رو تعبیر نمیگیره، قشر نسبت به بزرگان ما قشر آسیب پذیری. این قشر آسیب پذیری که بچهش کار نداره، تو خونش هزار مشکل داره. یک کسی راننده منو سوار کرده بود، گفتم چقدر حقوق میگیری؟ گفت ماهی 450 تومان. چند وقت پیش بود، گفتم زندگی چجور میگذره؟ گفت فقط حاج آقا یه قلم زندگی من است که ماهی 500 تومن اجاره خونه میدم. حالی بقیش حساب کن. کسی ماهی 450 تومن بگیره، ماهی 500 تومن اجاره خونه بده. خب این چجوری باید زندگی بکنه؟ آدم ناراحت میشه، اشکش در میاد. من تو همین هفته که داره میاد در یک شب جناب آقای شریعتی دعوتم تو دو تا خیریه مردم سهم به اصطلاح نازنینی که آمدن یه کمکی بکنن به کسانی که مشکل دارن. خب این شایسته ای ما نیست، ما هر روز داره خیریه های ما زیاد میشه، خوب نیست. هر روز داره کمیته امداد ما فربهتر میشه. چرا؟ یعنی شو هر روز داریم ما به مشکلات و فقرا و قشر آسیب پذیر و
مردم نیازمند اضافه میشه. این خوب نیست. ما آرزو میکنیم که این که دعا میکنیم، دعا کنید امام زمان تشریف بیاره، یکی از ویژگی های عصر ظهور رو و زمان حضرت رو تو اینجور تو روانش که اصلا فقیر پیدا نمیشه. خمس و زکات رو میارن میچرخونن به هر کی میگن آقا شما نیاز داری، میگه نه من الحمدلله وازم خوب، مستحق پیدا نمیشه. اینه که باید همه دعا کنیم برای اون روز، خب حالا این یک بخش، این انسان‌هایی هستن که نیازمندن، دختر عروس شده، جهیزیه نداره، پسر کار نداره، اون بابا خدمت میخواد بیاد پیش زن و بچهش خجالت میکشه، یه میوه نوبری بیاد نمیتونه بخره، یه نمیدونم مسافرت معمولی نمیتونه بره. رضا این آدم خوشحالیش به اون جوک و لطیفه نیست. این که بنشونیم پای تلویزیون و براش هی برنامه نمیم خنده بازار پخش کنیم، میگیم خب الحمدلله مردم رو خندوندیم. نه، من چیز نمی کنم به برنامه های صدا و سیما که مثلا هیچ برنامه ها نباید پخشه. میخوام بگم این ریشهشه. یعنی یکی از کارهایی که صدا و سیما میکنه باید این باشه که یه گروه پولدار گاهی هم مرفه بی درد به قوله یه دردی تو اینا ایجاد بکنه. یه قطعی داره یکی از سخنشناسان معاصر جناب آقای جاوید میگه پیر خرد یک نفس آسوده بود، خلوت فرموده بود، کودک دل رفت و دوزانو نشست، مست گفت تو را فرصت تعلیم هست؟ گفت هست. گفت که ای خسته ترین رهنورد، سوخته و ساخته گرم و سرد، بر رخت از گردش ایام گرد، چیس برازنده بالای مرد؟ گفت درد. قطعه که آقای ناظری خونده، مرد را دردی اگر باشد خوش است، مثل که مال جامیه، درد بی دردی علاجش. امام میفرمون مرفهین بی درد. اگه صدا سیمای نازنین ما بتونه یه دردی تو این مرفهین بی درد ایجاد کنه، این هنره این مسرور کردن ما. که البته گاهی کار این ما رد نمی کنیم تو بخشای تو وقتایی که مثلا اول مهر میشه یا آخر اسفند میشه، تبلیغاتی که میتونن برای جشن نیکوکاری و اینا خیلی، ولی این فقط مال این دو تا فصل نیست، باید یه برنامه مستمری، چون آدمی که گرفتاره این که مال یه فصلش نیست، که بیچاره همیشه گرفتار. حالا شما یه اشاراتی کردید، البته من میدونم منظورتون چی بوده، ولی خیلی میگن جامعه ما جامعه افسردگیه، بعضیا میگن اینجوری بهتره. تا بیایم یه جوکی، لطیفه، یه برنامه طنزی، مثلا چیزی متعیه و تدارک ببینیم که اینها شاد بشن و از این افسردگی بیرون بیارن، آقایون نمیذارن. میگن آقا اینجاش با شرم مخالفه، اینجاش چنینه، اینجاش چنانه. جواب شما چی های نبیم بیرونه؟ آقای شرعت سوال خوبی پرسیدین. ببینید اولا ما جوک هایی که کسی مسخره نشه، کسی توهین نشه، کسی دلش نشکنه، اونش که مجازه. اصلا تو حالات پیامبر امیرالمومنین هم داره یک کسی میومد پیغمبر رو میخندوند، با همین تعبیر امروزی جوک ها، یه جمله میگفت، یه کار شیرین کاری میکرد، پر یه دو سه روز پیداش نبود این آدم. پیامبر سراغ گرفتن این آقا کجاست گاهی میاد ما رو میخندونه. ما اینا رو داریم. یا اون حدیث معروف که پیامبر امیرالمومنین چه بودن خرما میل میکردن، پیامبر هرچی خرما ها رو میخورد هسته خرما رو میذاشت تو ظرف امیرالمومنین، فرمود که شما چقدر خرما خوردی زیاد. حضرت امیر مامو شما هم که ماشاءالله همه رو با هسته میل فرمودین. ببینید از اینها خوبه. گاهی یه بیت طنز، من اتفاقا دیروز یه ملاقاتی داشتم با جناب آقای قالیباف، گفتم ما اصلا به ادبیات طنز نیاز داریم. این بیلبوردهای تبلیغاتی که هست، بعضیش بیاد ادبیات طنز بنویسید. مولوی میگه آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. میادم پشت این چراغ قرمز یهو یه جمله یه خورده همچین لبخند میزنه، یه خورده از اون عصبانیتش کاسته میشه. خیلی خوبه. یه کسی برای من یه بیت فرستاده بود در شأن بعضی از ماها، شدم در شأن بنده بود، که میگفت واعظ شهر که مردم ملکش میخوانند، حرف ما نیز همین است که او آدم نیست. میبینید بالاخره اینها خیلی خوبه، ولی یادمون باشه اینا یک ظاهر و رونماست، یک لایه رویین جامعه است. اونی که عرض کردم شما به یه آدم بیچاره بگو آقا مشکل مالی تو من برطرف کنم یا یک ساعت بخندونمت، اون طرف میگه آقا یک ساعت بخندونی مثل اینکه یه شیشه شراب دادی من خوردم، یه نیم ساعت مست شدم نفهمیدم چه دردی دارم، مسکنه در بعد که دوباره این مستی پرید من چه خاکی بر سر کنم. تو بیا درد منو درمون کن، تو بیا کاری برای پسر من جور کن، تو بیا
به زن من بگو که آقا اینقدر طبق من که میام خونه، این کمپانی درخواست شده این خانم من، میگه یا درخواست یا دادخواست. اگر درخواست من اجابت نکنیم من میرم دادگاه دادخواست میدم. یادم میگم تو بیا این قانون به آقا من که دارم زحمتمو میکشم تلاشم میکنم، خب نشده زندگی ما بیشتره، به همین قانع باش عزیزم. اولش همسر خوبی داری، بچه های پاکی داری، زحمت کشن، سالمن، چشمشون پاکه. الان همین الان که میمادم تو یک سایتی خوندم یه خانم میماده دادگاه دادخواست طلاق داده فقط به خاطر اینکه شوهر من از من تقاضاهای بیخود داره که تو فلان مهمونیم تو باید بلند شی بی حجاب برقصی. خب من میبینم این همه چشمای هوس‌آلود، منم یک زن جوان و زیبا هستم، به همین خاطر اومده. پدر این پسره که خانواده مثلا گفت پسر من لیاقت چنین زنی رو نداره، پدر پسره میگه، پدر پسره، جالبه این تو سایت هست، به طرفدار از عروسش داره، به طرفداری از عروسش. حالا این شادیه مثلا من میام برقصم یا به این سادگی. یه بار که من عرض کردم پشت چراغ قرمز گیر کرده بودیم، یه کسی داد میزد سی دی شاد رسید به ما، تو منم شناخ، گفت سلام آقا نقویان حالش من. گفتم ببین ما چه مقاماتی داریم، واقعا سی دی شاد فروشای تهران ما رو میشناسن، بالاخره اینم خودش مقاماتیه. بعد گفتم نه آقا خیلی متشکرم، ما همچون بی سی دی شادیم. بله اگه کسی باید یه دلنگ دلنگی براش بزنن تا این شاد بشه، نه این بیچاره افسرده است. در واقع شادی راه لذت، چه قشنگ میگه مولانا، راه لذت از درون دان نی برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. آن یکی در کنج مسجد زفت و شاد، واندگر در باغ تلخ و بیمراد. این یه گروه جامعه ما هست. در واقع ما هممون شادی رو میخواییم ولی نمیدونیم کجا باید دنبالش بگردیم و فرمولش چیه و راهش چیه. این خیلی مهمه. آقای قمشه‌ای وقتی مثال خیلی قشنگی زدن، آقای دکتر الهی قمشه‌ای فرمودن که شما، من خواهش میکنم این مثال رو اگر بینندگان از ایشون نشنیدن یا شنیدن و الان تکرارش رو دارن میشنون خوب گوش کنن، خیلی مثال قشنگی بود. که شما فرض کنید یک گروهی در یک قطاری سوارن، داره میره این قطار، ناگهان از کابین لوکوموتیو ران راننده زحمتکش قطار اعلام بشه تو بلندگو که ایها المسافرین متاسفانه در 500 کیلومتر آینده به ما خبر دادن که قطار از ریل خارج میشه، ترمزمون هم بریده و منتظر باشید در 500 کیلومتر آینده. الان اگه موبایلی دارین وصیت‌نامه‌تون رو بگین، خلاصه اموالتون رو تقسیم کنین، آخرین سفارشاتون رو بگین. حالا تو این قطار چه خبر خوشی هست؟ مثلا یکی بگه آخ جون ما کنار رستورانیم، استیک بخوریم، شیش لیگ هم آوردن برامون، تو بیچاره ته قطاری که هیچ تا قضا به اونجا برسه همه ده. یکی بگه تو عوضش تو کوپه ما آقا وصل به ماهواره است، 500 کانال میگیره، شما بیچاره فقط همین 7-8 کانال جمهوری اسلامی میگیرین که همش باید عزاداری براتون پخشه. واقعا اینا خبر خوشیه. حضرت عباسی، دوستان ما هم دارن تصویر برداران میخندن الحمدلله که حواسشون به ما هست، میگه مهمترین خبر خوش این قطار چیه؟ که یک کسی به ما بگه ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده. نخیر آقا، تو 500 کیلومتر آینده آخر خط نیست. اولا ترمز قطار درست شده آقا، سر 490 کیلومتر ما الان که ترمز بزنیم یه خورده ترمزش بد میگیره، ABS نیست، ولی سر 490 کیلومتر میایستیم. حالا اون کسی که ته قطار گرسنه هم هست، تو کوپاش هم هیچ لوازم خلاصه گیرنده ماهواره نیست، اون بیشترین خوشحالی. و بعدم یکی بگه نه این قطار دور میزنه میریم پیش یک نازنینی به نام الرحمن الرحیم، این خبر خوشحال کننده است دیگه. درسته؟ ببینید ما باید بفهمیم، یعنی ما امروز باید درکمون رو بریم بالا که اصلا شادی یعنی چی، غم یعنی چی، لذت یعنی چی، غصه یعنی چی. یه کسی نقل میکرد میگفت واقعیه، داستان نیست، یه خانم خوش برا روی سر خیابون جلو یه آقایی رو گرفت و اونم سوارش کرد و یه شب هم رفتن خیلی صفا کردن به خیال خودشو. اون خانم هم یه هدیه ای بهش داد، گفت اینو خواهش میکنه منزل باز کنین سورپرایزتون میکنه. اینم تون اومد خونه و اینو باز کرد و یه چیز دیگه که دیگه تو جعبه آخرش جعبه مخملی مثل این زرگرا که میدن تک جواهر، اونو باز کرد دید یه کاغذ روش نوشته به جمع ایدزی ها خوش آمدید. خب این شادی بود دیشب، لذتی بود این آقا برد، کیف کرد واقعا، یا اول عزاشه. ما اینو باید بفهمیم واقعا که شادی اصلی چیه. و این بخش، یعنی ما امروز جامعه‌مون میشه
بگیم سه بخشن از نظر نیازهای مادی و شادی. از نظر شادی جامعه ما سه بخش. یه بخش کسانی که مشکلات مادی دارن، یعنی اگه گرهی از زندگیش باز کردی، الان پسر من یه هفته است پیچیده به جون من که بابا یه کسی هست نیازمند 6 میلیون وامه، تو رو به جان هر کی دوست داری یا هر کیو میشناسی ولو شده سه نفر پیدا کنیم، سه تا 2 میلیون به این بیچاره بدیم گره زندگیش باز شه. من میدونم این خیلی آدم مشکل پیدا کرده چنین و چنان، که 1 میلیون من داده بودم به این پسره برای یک مشکلی از زندگی ما، گفت اجازه بده بابا همین 1 میلیونم بدم به اون آقا، بعد حالا مشکل ما یه جور دیگه حل میشه. گفتم خب بده. اون آقا رو حالا من مثلا بگم خب موبایلش بده بابا جون، من یه دوتا کلمه بازم، یه دوتا جوک بگم بخنده مثلا. جای جوک نیست. چی مثلا این آقا میگه بابات مثل که نفس از جای گرمم بیاد، خوشی زده زیر دلش، نمیدونه من چه میکشم. به قول حافظ گفت تو را که هرچه مراد است در جهان داری، چه غمزه حال ضعیفان ناتوان داری. این بخش رو شاد کردن این است که گره زندگیشون رو باز کنه. هزار سعدی جمله زیبایی داره که بله، کسی اگه 1000 رکعت نماز بخونه در یک مسافرت معنوی، به اندازه یه دلی رو شاد کردن نمیارزه. به احسانی آسوده کردن دلی به از 1000 رکعت به هر منزلی. همین جو ادخال سروری که بارها تو روایت تاکید شده اینه. این اصلا داره اصلا تصریح داره بکنی. بله تو روایت تصریح داره که ادخال سرور بالمال، اصلا گاهی کلمه مال داره. شما مشکل مالی کسی، یک کسی آقا با امضای جناب عالی میتونه توی اداره یه کاری بهش بدن جوونی، آقا دریغ نکنین. اگه آقا ما امضا نمیکنیم، ما ناممون، ما بدبستون، من یه چیزی بنویسم اونم بعدن یه چیز از من میخواد، خب چه اشکالی داره؟ توی محله آب محل قطع شده بود، آقا یه بزرگی تو محله بود، خودم شاهدش بودم، به آقا گفتن آقا شما اگه یه امضا میکردی، یه تلفن میزدی این مشکل رو به من چه، به من چه، خودتون توی محل زندگی برین خودتون. چرا؟ چون آقا میترسید که من اگه تلفن بزنم بعدم اون آقا درخواست دیگه درخواست خب بشن، چه اشکالی داره؟ یک بزرگی میگفت روز قیامت ما فقط مسئول دارایی های بالفعلمون نیستیم. یک کسی باید بگه آقای نقبیان پول داری 1 میلیون بده، بگم نه والله، بگه خب اعتبار داری فلان صندوق قرارداد شما رو میشناسن، شما منو معرفی کنی 1 میلیون به من وام میدن، من اونجا مسئولم، باید این کارو بکنم. میگم آقا به من چه که من معرفیت کنم. یه کسی معرفی کردم رفته نداده قسطاشو، خب نداده از یکی دیگه کلا یکی برمیداری میدی. این مسئولیت بزرگی است که ما روی اعتباراتمون هم مسئولیم، نه فقط داراییامون. پس آقا خوشحال کردن دیگران فرمول داره و این فرمول به تناسب افراد مختلف متفاوته دیگه. ببینیم کسی دردش کجاست، اون درد رو حل کنیم در واقع خوشحالش کردیم. یه مثال بزنم با اینکه وقت کمه، مثلا یه پدر مادری هستن، اینا خوشحالشون است که این بچه بهشون سر بزنه، یه تلفن بزنه، هیچ نیاز مادی ندارن. یه خاطره بسیار بسیار مهمی الان به ذهنم آمد از پدر یکی از مسئولین که روز آمد پیش من، نمیدونم چقدر فرصت داریم. بفرمایید خاطرتون رو بگید بعد بریم. یه پدر پیری وقت گرفت آمد پیش من، اسم ببرم همه مردم میشناسن. گفت آقا من چند تا بچه دارم، بچه‌های من بچه‌های خوبی ان، تحصیل کردن، چنینن چنانه. یکی از پسرها مدتی با من قهر بود، من داشتم دیوونه میشدم، من اینقدر عاطفی‌ام، اینقدر احساسات من بر همه وجود من حاکمه که من نمیتونستم طاقت بیارم. یه روز زنگ زدم به پسرم، گفتم پسر یه کسی کاری داره، فقط مشکلش به دست تو حل میشه، یه وقتی میدی بیاد؟ گفت بله بابا بیاد فلان روز فلان ساعت. بعد 2-3 روز مونده بود، دیدم خودش یا از دفترش زنگ زدن که نه ایشون وقت ندارن، هفته دیگه بیان. اون آقا گفتم باشه، بهش میگم هفته دیگه. هفته دیگه گفت، رفتم دم دفترش، مسئول دفترش منو شناخت که من پدر ایشون هستم، پرید تو اتاق گفت پدرتون؟ گفت پدرم آمده. گفت پس گفتم نه، ببینید یک عده تو صفن با ایشون کار دارن، نوبت گرفتن، من میشونم اینجا هم. من میشم نوبت خودم. گفت پس پدر من توی اتاق منو بردن و چای اینا، پسرم خودش اومد و گفت بابا شما گفتی یکی با من کار داره؟ گفت بله دیگه درسته، الحمدلله وقت دادی اومده. گفت کو؟ گفت اینا روبروت نشسته. خودشون گفت. گفت یک گرهی به کار من افتاده پسر، فقط با دست تو باز میشه. گفت چه گرهی؟ گفت چرا تو و زنت با من قهر کردین؟ چرا نمیایین پیش من؟ من دارم میمیرم. وقتی میگفت چشماش پر اشک شده بود. گفت جفتمون گریه کردیم.
مدتی گفت تو بغل هم گریه میکردیم. گفتم بیاین گره منو باز کن، بیاین گره رو باز کن. و گفت الحمدلله خیلی باز شد، خیلی خوشحال بود و منم خوشحال شدم اونجا. ببینید همیشه اینجوری نیست که کسی نیاز مادی داشته باشه. اونی که میبره پدر و مادر پیرشو تو سالمندان میندازه، خب حالا پول سالمندان هم میده، میگه آقا اونجا هم بهش رسیدگی میکنن، داروشو سر وقت میدن، امکاناتش هر چی من نمیرسم، گرفتارم، سر کار باید برم. خب اشکال نداره، خیلی وقتاشو میتونی زودتر به این سر بزنی، دل این پدر رو شاد کنی. اگرچه ما تو روایاتمون و دستورات اخلاقیمون هست که نبرید پدر مادرتون اونجا، هر جور هست. قرآن که صراحتا میگه اذا بلغ عندک الکبر، اگر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اگه پدر و مادر پیر شدن مبادا یه اف به اینا بگی. یه بار اینجا یادمه که صحبت کردیم که این آیه. خب یه کسی هست شادیش این است که شما یه دومادی برای دخترش پیدا کنی، یه عروسی برای پسرش پیدا کنی، هیچ مشکل مالی نداره. کسی اینا رو نمیشناسه، کسی دنبال یه دختر خوب میگرده، میگه آقا من یه دخترم. اینا خیلی آدمای اسم و رسم دار نیستن، ولی این دختره نازنین، این دختره بسیار پاک و نجیبه. من بهت قول میدم اگه پسرت با این ازدواج کرد خوشبخت میشه. خب مثلا من اگه بگم طرف میگه آقا ما به حرف شما اعتماد داریم، چشم میریم این کارو میکنیم. خب اینجا باید این کارو بکنم دیگه. مایه بسیار خوب. انشالله همیشه دلتون شاد باشه و لبتون خندان باشه. خیلی ممنونم حاج نهویان، خیلی حرفای خوبی به نظرم مطرح شد تو این برنامه و انشالله خیلی هم استفاده کرده باشن. جلسه خداحافظی ماست تو این برنامه و از بیننده ها باید عذرخواهی بکنیم اگه حرفایی زدیم بخش ناراحتشون کردیم. خلاصه خودشون اختیار دارید. ما می‌خواستیم تو بخش بعدی انشالله این نکات رو عرض بکنیم خدمت بیننده های خوبون. حالا انشالله بهش خواهیم رسید. بریم مشرف بشیم محضر قرآن صفحه 421 آیات 23 تا 30. آیات 23 تا 30 سوره احزاب در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بله، این تصاویر ما هم از نجف بود با توجه به اینکه این روزها مزین به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. انشالله هر کسی هر خواسته ای داره به برکت این روزهای بسیار قشنگ و زیبا به برکت این آیات نورانی به خواستش برسه انشالله. یک نکته این صفحه شنبای نقوی. بله، این صفحه خیلی پر نکته است جناب شریعتی. بله خیلی خوب. من تیکه های آخر این صفحه رو که راجع به خانواده پیامبر هست، بعضی از همسرهای پیامبر ازشون یه توقعات مالی نسبتاً بالایی داشتن که این چه زندگی، شما رهبر جامعه هستی، یه خورده وضع ما بهتر بشه، مبلمانمون عوض شه، پرده هامون چنین بشه، یه خورده مسافرت بریم، تا کیش بریم، کجا بریم. پیامبرم همش تو رو درباسی در واقعاً یک دنیا حیا بود، یه دنیا شرم و آزرم بود، گیر کرده بود چیکار کنه با اینها، تا اینکه خدا اینجا به داد پیغمبر رسید، فرمود که پیغمبر به زنات بگو یا ایها النبی قل ازواجک، خیلی آیه خطابش هم عتاب‌آلوده، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگه دنبال یه زندگی خلاصه چرب و چلی کسیم با این آقا ازدواج کردین، فتعالین تشریف بیارین، امتعکن مهریتون اون مثلا حق و حقوقتون همه رو پرداخت کنیم و اسرح کن، بعدم طلاقتون بدیم صراحا جمیلا، یک طلاق خوشگل. هر کی بعد از پیغمبر پرسید این زن چه زنی، میگه بسیار زن خوبی، بسیار بانوی پاکیه، بسیار، هیچ هم پشت سرتون هیچ هم نمیگیم، ولی به تعبیر بنده لیاقت زندگی با پیغمبر رو نداری. بعد ادامهش این است که، یعنی این معناش این است که آقا اونهایی که در رأس جامعه ان، رهبران اصلی جامعه ان، زندگیشون باید ساده باشه. حالا مثلا بعضی از نمایندهای مجلس مختصر حقوق مادام روم برای خودشون دارن تصویب میکنن، تو نه همشون، صدای بعضیشون دارن اومد، خب این درست نیست، خب یه حقوقی برای اون رفتگر هم بیچاره ثابت کنیم، برای اون کارگرای فلان کارخونه‌ای که ورشکست شده و سه ماه حقوق نگرفتن. اینجور نباشه که خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی این. بعد اون وقت یک عتاب سنگین‌تری داره، میگه حواستون باشه اگر شما که زن پیغمبرین دست گلی آب بدین، خطایی بکنین، یضاعف لها العذاب ضعفین، دو برابر عذاب میشید. خود جایگاهتون، جایگاهتون اصلا. من آخوند خطا بکنم، پلیس باید منو دو برابر جریمه کنه، تعارف هم نداریم. حالا بعضی میگن نه شما آخوندا که آقا جریمتون نمیکنه، من به یکی پلیسی گفتم، گفتم اگه آخوندا خلاف کردن تو راه دو برابر جریمهشون کو به حساب من. کجا از شما توقع نیست؟ شما چرا خیابون اشتباه میری؟ شما چرا ورود ممنوع میری؟ شما چرا چیز نداری؟ پارک میکنی؟ مجوز به اصطلاح ورود به چی میگن؟ طرح نداری؟ طرح ترافیک نداری میای؟ بعد از اون برم چی میفرماید که اینها ناراحت میفهمد؟ اگرم شما کار خوبی کردید نوتها اجرها مرتین، پاداشتون هم دوباره. این به اون در ها به خاطر، یعنی اگر یه آدم با شخصیتی کار خوبی کرد و کسی که تو سیبل نگاه مردمه، پاداشش دو برابره، کیفرش هم دو برابر. بسیار خوب، خیلی خوب. آقای نقویان، قبل از اینکه به تلاوت هایت برسیم، یک چشماندازی رو ترسیم کردن برای هفته آیندهمون که گفتن من از هفته آینده نیستم خدمت دوستان عزیز. ما که دلمون نمیاد از شما دل بکنیم آقای نقویان، نه من، خیلی از بیننده‌های خوب سمت خدا و همه برای بچه‌هایی که دارن تو استودیو و بیرون از استودیو زحمت میکشن،
ولی واقعا چاره‌ای نیست. یعنی وقتایی آقایون به خاطر مشغله هایی که دارن همینقدر هم وقت میذارن، واقعا جای تقدیر و تشکر داره. من میدونم آقای نقویان و امثال آقای نقویان که زحمت میکشن در برنامه حضور پیدا میکنن، بسیار بسیار وقت میذارن و وقتشون رو جوری تنظیم میکنن که حتما در برنامه حاضر بشن و ما از محضرشون استفاده بکنیم. همین امروز خوندیم کلام نورانی امام سجاد علیه السلام رو که و اما حق من سرک الله بهی و علی یدی. شما مصداق این نکته هستید و اینکه واقعا به گردن خیلی از ماها حق دارید، از باب اینکه خیلی از ماها رو خوشحال کردید، خندوندید و واقعا نکات ارزشمندی رو در قالب همین لطایف کلامتون ما یاد گرفتیم. لوح یادبودی رو دوستان عزیزمون آماده کردند. خیلی از نکات در این لوح به نظرم گویاست. اگر اجازه بدید من این رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرور گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین نقویان، سلام علیکم. بهرمندی همگان از دریای بیکران معارف اهل بیت و رفع محجوریت از منابع و متون اصیل دینی وظیفه است که برنامه سمت خدا به عنوان یک تکلیف الهی و دینی بر روی دوش خود احساس می‌کند. دوشنبه های سمت خدا با بیان شیوا و شکرین حضرت عالی فرصتی شد تا اندکی از غبار فراموشی که بر روی آموزه های الهی رساله گرانقدر حقوق امام سجاد علیه السلام نشسته بود برطرف گردد و امیدواریم که این خدمت مورد قبول حضرت حق قرار گیرد. اکنون بیش از هر زمان ایمان داریم که آنچه برای حیات معنوی و مادی جامعه ما بیش از هر چیز ضرورت دارد، بهره‌مند کردن عموم مردم از معارف حقه مکتب اهل بیت علیهم السلام است. حضور ارزشمندتان را در طول این مدت اجر می‌نهیم و از هم اکنون درخواست بسیاری از بینندگان مشتاق سمت خدا رو برای حضور مجددتان در آینده نزدیک ابلاغ می نماییم و من الله توفیق. گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه 3 سیما، برنامه سمت خدا. ما خدمتون هستیم. خواهش میکنم. اگر نکته‌ای هست بدید که من واقعا به عنوان یک طلبه خدمت شما دارم. خواهش میکنم. سلامت باشید. یک طلبه کوچک و یکی از کسانی که خودم هم گاهی بیننده برنامه سمت خدا هستم و از بیان کارشناسان خوب شما استفاده کردم، هم یه خسته نباشید و دست مریضادی به جناب عالی. من خیلی جاها که میرم آقای شریعتی، مردم ویژه به شما سلام میرسونم و میگن سلام ما رو به آقای شریعتی برسونید. از دوست عزیزمون جناب آقای رکنی که به عنوان یکی از تهیه کننده های پرکار و بسیار دقیق و بسیار هوشمند و با ذوق و با سلیقه باید اینجا اسم ببرم برای بار چندم، بعضیشون به عنوان یک شخصیتی که هم از نظر علمی هم از نظر عملی من میبینم دوندگی های بسیار و تلاش و تکاپوی فراوانی داره تا این برنامه به احسن وجه اجرا بشه. از گاهی یک روز دو روز قبل ما زنگ میزنه، موضوع رو چی بگیم چی نگیم تنظیم میکنه و گاهی شب دیر وقت، و من باید از ایشون، از دوستان عزیز تصویربردار و صدا برداری که واقعا اگر دقت و همت و حمایت این عزیزان نباشه، از اتاق فرمان که واقعا عزیزان اونجا خیلی زحمت میکشن، و همه و همه و در مجموع از شبکه محترم سه، ریاست محترم شبکه جناب آقای پور محمدی و همه عزیزانی که واقعا این تلاش رو دارن به صورت یک تیم انجام میدن تا مهمان خوبی برای خانه های مردم باشه این برنامه. من به سهم خودم تشکر کنم و همینجور که فرمودید واقعا گرفتاری های ما یه جوریست که من دیشب سمنان بودم، مهمان مردم نازنین و مهمان نواز سمنان. تو هفته گذشته من 7-8 تا مسافرت داشتم به زنجان، به همدان، تبریز. به فومن، به تبریز، به اصفهان، به رشت. حتی تو رشت مثلا یه جمله‌ای گفتم، بعضیا یه خورده ناراحت شدن. من همینجا از مردم متدین و نازنین رشت اگر دلی از دست من شکسته عذرخواهی میکنم و امیدوارم که هیچ نظری نداشتم. واقعا نظرم این بود که برنامه‌ای که به نام امیرالمومنین تهیه میشه با شکوه ترین، پر جمعیت ترین و پر مشتری ترین باشه، چون علی پر مشتری ترین شخصیت هستی بعد از پیامبر، و این گرفتاری ها باعث میشه که واقعا گاهی نتونیم به اون قول و قراری که داریم سر وقت به وعده عمل کنیم.
یه خوردم از همه اینا گذشته، راستش کفگیر به ته دیگ خورده ما حرفامون دیگه. نه همیشه ما حرفای جدید از اتون شنیدیم حاجای نقویان، و این رو خدا رو شکر میکنیم که همینجوری که در این لوح شما مرقوم فرمودید، رساله حقوق امام سجاد ازش یک قبار روبی شد تو این برنامه، یک گردگیری شد، یک رونمایی شد این کلمات شیرین و زیبا و عمیق و پر از فایده برای جامعه ما. و من بسیار از آدم ها دیدم که بعد از این رفتن این رساله حقوق خریدن و آوردن. یک خانومی من میگفت، به شوهرم گفتم حتما باید این هفته رساله حقوق برای من بخری، چه مطالب خوب اینجا هست و ما ازش غافل بودیم. و امیدوارم سایر کارشناس های عزیز و نازنین شما هم که هر کدوم با یک موضوعی و از یک زاویه‌ای به معارف گرانسنگ اسلامی نگاه میکنن، بتونن همچنان در خانه های مردم. ما میتونیم قول بگیریم از شما همینجا که ایشالله به زودی شاهد حضور دوباره شما باشیم. انشالله. خیلی خوب. بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای نقویان. خدا انشالله حفظتون کنه هر جا که هستید. انشالله خدا به شما قوت بده، انرژی و توان بده که همچنان در سنگر تبلیغ معارف دینی پیش قدم باشید و کوشا. باید خداحافظی بکنیم. فردا با جای ماندگاری انشالله خدمتون خواهیم رسید. دوباره میاییم و زیره عشق به کرمان دلتون میاریم. خداحافظ. خدا متشکرم. پروردگار، از این روز و روزگار و از اکنون پیشتر روزیم مقدر و معلوم است و اقتدار تو و توانایی مطلقت در رزق و بر زیاد خواهیم غالب بوده و هست. و حالا که خداوند به لطف هر که را خواهی روزی بخشی و با آنکه می دانم هر چه از حاصل دنیا و نصیب گذرایش بخواهم اگر بخواهی نصیبم می کنی، اما آفریدگار رونق و روزی این کشت و این زراعت دنیا را نه بر سفره درگذر اکنون که بر خان مانای آخرت می خواهد. و می خواهم خداوند که روزی خور خان بهشتت باشم، که این دنیا حتی اگر برایم شبهه بهشت به ارمغان بیاورد و حتی اگر برترین و بیشترین نصیبها را داشته باشم، باز هم انگار چیزی کم دارد و گویی بادی است که من و دارای و همه چیزم بی ثبات و ماندگاری در آن معلقیم و هر آن هراس سقوطمان می رود. پس خداوند مرا به لطف معرفت روزی جاودان بخش تا شاکرتر از پیش و اکنون باشم. خداوند نزدیک تر از